الهی به امید تو. سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز پایه نهم. برای امتحان علوم ما توی کتاب علوم بخش‌های مختلف درسی رو داریم. برای بحث فیزیک، یعنی مبحث فیزیک درس علوم، یه فایلی رو آماده کردیم برای رفع اشکال، تمرین و مباحث خیلی مهم میشم اومدیم براتون نکته ها و دوره ها رو گذاشتیم. انشاءالله که مفید باشه، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشاءالله که استفاده نهایی رو از این فایل ببرید به امید یه نمره عالی. تو اولین مبحثی که برای بخش علوم توی قسمت درس فیزیک لازم دارید مسافت و جابجایی. شما باید اول تفاوت مسافت و جابجایی رو بلد باشین. مسافت چیه؟ خب آقا شما مسافت رو خیلی باهاش کار کردید، خیلی آشنایی کافی از قبل باهاش داشتید. چی بوده؟ مسیری که از خونه تا مدرسه و بالعکس طی می‌کنید. مسیری رو که واسه رفت و آمدتون از منزل به هر جایی که حالا تصمیم دارید به اونجا برسید و میگن مسافت. به اون مسیر طی شده میگن مسافت. خب پس مسافت مسیر حرکت ماست. روی اون مسیری که حرکت میکنیم مسافت است. خب حالا اگه بیای ابتدا رو، یعنی مبدأ و مقصد رو به هم وصل کنی با یه بردار نشون بدی، میشه جا به جایی. یعنی چی؟ یعنی از خونه میری مدرسه، یه بردار مستقیم از خونه به مدرسه بکشی میشه چی؟ میشه جا به جایی، میشه بردار جا به جایی. پس ما الان بردار جا به جایی رو یاد گرفتیم، مسافت هم یاد گرفتیم. خب بریم ببینیم آقا مسافته. اینجا نگاه کن، من میخوام از نقطه آ شروع به حرکت کنم برم تا به نقطه ای برسم. کل مسیر رو اگه طی بکنم، از رو مسیر حرکت کنم، مسافته میشه. پس مسافت مسیر من میشه جمع طولها میشه. بچه ها حواستون به این باشه ها، از آ میرم به بی، از بی میرم به سی، سی به دی، دی به ای. یعنی مسیر رو طی میکنم برسم به مقصد. رسیدم به مقصد، مسافتم طی شد. خیلی هم قشنگ و زیبا. خب حالا اگر من جا به جایی رو میخواستم حساب کنم چیکار میکردم؟ نقطه ابتدا به انتها شکل یه بردار وصلش میکردم، جهت داشته باشه، مبدأ رو به مقصد وصل کنه، میشه بردار جا به جایی. دخترا، پسرا، زیبارویان، این حواستون باشه، یکای جا به جایی و مسافت حتما باید در SI باید واحد اصلی متر داشته باشه. خب اگه متره، به من تو مسئله، توی نمیدونم سوال امتحانی به هم میاد متر نمیده، چیکار کنم؟ باید تبدیلش کنم به متر. بیا نگاه کن، یه تبدیل واحد خوشگل نگاه کنیم با هم. آقا به من میاد سانتی متر میده، من نماد نوشتم. دیگه سال آینده میخوای بری دهم، دیگه نمیتونی همه رو فارسی بنویسی که، نمادشو یاد بگیر. من اینجا کنارش برات مینویسم فارسیشو. آقا بهت سانتی متر میده، تو میخوای چیکارش کنی؟ میخوای بیای سانتی متر رو تبدیل کنی به متر. چیکار میکنی؟ برای تبدیل سانتی متر به متر باید بیای عددت رو تقسیم کنی به 100. تقسیم کردن به 100 یعنی چی؟ یعنی که تو باید بیای عددی رو که داری به 100 تقسیم کنی. همتون میدونید که آقا 100 یعنی 10 به توان چند؟ به توان 2. چرا؟ چون دو تا صفر داره دیگه. پس میشه عدد تقسیم بر 10 به توان 2. آقا 10 به توان 2 رو ورداری ببری تو صورت چی میشه؟ چی میشه؟ علامتش عوض میشه، میشه منفی 2. من برای همین واسه خیلی زیبا، جذاب، خوشگل نوشتم ضرب در 10 به توان منفی 2. کار تو راحت میکنه. میتونم سلطان بیام به جای اینکه عبارتم رو ساده کنم، تقسیم بر 100 کنم، ضرب در 10 به توان منفی 2 کنم؟ آره، چرا نمیتونیم؟ هر دو کار درسته. بله، ما میایم تو پایه دهم، یازدهم، دوازدهم تو فیزیک از این روش استفاده میکنیم. تو میتونی الان از روش تقسیمم استفاده کنی، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم قشنگ و جذاب میتونی به جواب برسی.
حالا اگه سلطان به جای اینکه به من سانتی متر بده، خب به من میلی متر بده، من چه کنم؟ اگه بهت میلی متر داد، تو میخوای بری تقسیمش کنی به متر، این عمل تقسیم بر صد که داری میبینی باید تقسیم بر هزار کنی، یعنی عدد تقسیم میشه به هزار. دیدی چه جوری ساده کردم؟ بردم عدد و بالا، علامت توان عوض شد. همین کارو انجام بده عشقم. ببر عدد هزار و بالا، هزار سه تا صفر داره، میشه 10 به توان 3. میره بالا علامت عوض میشه، میشه 10 به توان -3. چقدر قشنگه؟ 10 به توان -3. حالا اگه خانم فاصله زیاد بود، مسیر طولانی بود، از یه شهر به یه شهر دیگه میخواستم برم، کیلومتری حساب کردم، اون موقع چی کار کنم؟ اگه تو داری تبدیل واحد کیلومتر رو انجام میدی به متر، خیلی جذاب، بیا برو حساب کن عدد تو ضرب در 1000، یعنی کیلومتر به متر باید ضرب در چند بشه؟ ضرب در 1000 بشه. یادت بمونه ها، تبدیل واحد رو با توضیح کامل گفتم، یادت بمونه، اینو لازم داری، تو سالهای آینده میخوای، باید اینو بلد باشی. به من میگه مسافت رو از آ تا ای بگو ببینم چقدره. بریم با هم یه مسافت قشنگ پیدا کنیم. من میگم آقا مسافتم میشود از نقطه شروع مسیر رو طی کنم برم تا به مقصد برسم، هرچی میبینم بردارا رو طولاشون رو با هم جمع میکنم، میشه 4 متر. اینا هاش به اضافه 3 متر به اضافه 5 به اضافه 6، طول ها رو با هم دیگه دارم جمع میکنم. آقا چقدر میشه؟ 5 و 6 = 11. اینم که میشه 7، میشه 18. درست شد؟ 18. واحد چی بذارم؟ واحد میشه متر. چرا واحد شد متر؟ چون تمام مسیرهایی که طی کرده بودم بر حسب واحد چی اومده بود؟ بر حسب واحد متر اومده بود. پس نتیجه ای هم که من دارم اعلام میکنم، گزارش میدم، بر حسب واحد متر میاد. بریم بعدی. برداری که بچه ما پس جا به جایی ها، الان میریم تو جا به جایی. برداری که نقطه شروع و به پایان وصل میکنه میگن بردار چی؟ جا به جایی. آقا بردار جا به جایی رو با چی نشون بدم؟ بچه ما با دی ایکس نشون میدیم، چون اگه رو محور افق باشه، با دی ایگرگ نشون میدیم، رو محور ایگرگ باشه، با دی آر یعنی جا به جایی نشون میدیم، با دی هم نشون میدیم. خب حالا اینایی که من دارم میگم دلتا هم میاد، دلتا ایکس، دلتا ایگرگ، دلتا آر و خود حرف دی. الان من اینجا بهتون گفتم آقا با دی نشونش میدم، یعنی شروع حرکت رو با یه بردار بکشم به مقصد، با دلتا که نشون میدم دلتا آر هیچ، با دی هم میتونم نشونش بدم. ما تو قسمت های تیز خوشان برای بچه ها میخواییم بریم کار کنیم، بچه ها توی میخواید آزمون بدید واسه ورودی مدارس تیزهوشان، میخوایم نشون بدیم باهاتون با دلتا آر نشون میدیم، اما الان با خود دی هم نشون دادیم، چون تو کتابتون هم گفته با دی نشون میدیم. عزیزان من فیثاغورس یادتونه؟ آره، ما تو ریاضی خیلی قشنگ فیثاغورس میزنیم، بلدیم. چی بود؟ یه مثلث قائم الزاویه داریم، از لا زاویه من هر چقدر که هست، من میخوام ضلع رو به زاویه 90 درجه رو که بهش میگیم وتره پیدا کنم. سلطان چجوری پیدا کنم؟ میشه وتر مساوی میشه با رادیکال هر کدوم از اضلاع قائمه به توان چند؟ به توان 2. بعد حسابش میکنم. این یادآوریه بود. اوکی، یه یادآوری کردیم با هم دیگه. حالا یه چیزی یه نکته داریم، یه مثلث طلایی داریم. مثلث طلایی چی میگه؟ میگه اگه تو بیای اضلاع قائمه ای رو که اعداد 4 و 3 دارن رو حساب کنی، 3 به توان 2 میشه 9، 4 به توان 2 میشه 16، مجموع 25، جذر 25 بود و بگو 5. پس یعنی عدد وتر من میشه چند؟ وتر من میشه 5. پس اینو یاد بگیر، 3 4 5، ما تو کلاس میگیم 3 4 5 رو یاد بگیر، تو ذهنت بمونه که هی حسابش نکنی. برو اینجا به شکل نگاه کن، داره به هم میگه بردار جا به جایی رو بکش، مقدار رو بگو ببینم چقدر میشه. بریم با هم حسابش بکنیم. بردار جا به جایی یعنی نقطه شروع به پایان وصل بکنم با یه بردار. بفرما.
بردار جابجایی رو کشیدم. با چی نشونش میدم؟ با حرف دی نشونش میدم. آقا دی چی میشه؟ دی رو بخوایم حساب کنیم. الان بهت یه نکته قشنگ زیبا گفتم. حالشو ببر. 3 4 5. پس عدد جابجاییمون واسه جابجایی 3 متر و 4 متر چقدر میشه با زاویه 90 درجه؟ میشه 5 متر. طبق نکته‌ای که بهت گفتم. حله؟ بریم ببینیم چه خبره. آقا نکته، یه چند تا نکته خیلی قشنگ و جذاب بریم با هم دیگه. بردار جابجایی به مسیر حرکت بستگی ندارد. نداره آقا، به مسیر حرکت بستگی نداره. ما ابتدا رو به انتها وصل میکنیم. مبدا مقصد چه ربطی به مسیر حرکت داره؟ هیچی. پس یعنی بردار جابجایی من هیچ ربطی به مسیر حرکت نداره. اگر مبدا و مقصد حرکت من یکسان باشد، یک نقطه باشد، جابجایی انجام نمیشه. من از این نقطه برم حرکت کنم برگردم سر جای خودم؟ مگه قرار نبود بردار جابجایی بشه اتصال مبدا به مقصد یه بردار؟ خب مبدا مقصد یه نقطه است، چجوری میخوای بردار بکشی؟ جابجایی نداریم. نداریم یعنی چند؟ یعنی صفر. آقا مسافت و جابجایی هر دو کمیتی از جنس طول هم. خیلی قشنگ. جابجایی دیگه با بر حسب طوله، نه از جنس زمانه، نه از جنس جرم، از جنس طول هست. متحرک مسیر مستقیم و بچه ها، مسیر مستقیم ها، نه مسیری که مثل سوال قبلی، مثال قبلی حرکت کج داشته باشه، خمیده داشته باشه، شروع من خیلی مارپیچ باشه، نه اصلا. مسیر مستقیم، مسیر کاملا مستقیم باشه، طی بکنه، اون موقع خیلی راحت میتونیم بگیم مسافت و جابجایی یکسان. یعنی چی سلطان؟ یعنی من از نقطه آ بیام برم به نقطه B. خب مسافتت کجاست؟ اینها همین مسیر میشه مسافتم. چه جوریه سلطان مسافتم؟ اینهاش، اینهاش، این میشه مسافتم، این مسافتم. جابجایی رو بکش ببینم چه شکلیه. ابتدا رو به انتها وصل میکنیم، میشه بردار جا خودش شد دیگه. یعنی جابجایی و مسافت افتادن رو همدیگه، شدن یکی. خیلی هم جذاب و قشنگ. بریم تندی بچه‌ها. اگه فرق جابجایی رو با مسافت نتونی تشخیص بدی، پس تشخیص تندی سرعتت به مشکل میخوره. این تو ذهنت باشه که مسیر حرکت تو مسافته، اتصال یک بردار از مبدأ به مقصد میشود جابجایی. پس الان میخوام از تندی و سرعت حرف بزنم. خب تندی با مسافت میاد، تندی با مسافت میاد، جهت نداره. مسافت جهت نداره که آقا برگرد بیا. تندی مقدار سرعتیه که فقط داره میگه متحرک من چقدر تند داره حرکت میکنه، با چه تندی داره حرکت میکنه. ما میخواییم بیایم تفاوتاشونو بگیم. من اینطوری برات نوشتم، یه نگاه خوشگل بنداز. میگم آقا تندی با مسافت میاد، میشه مسافت تقسیم بر زمان، چون تو مسیری که از خونه و مدرسه به هم طی کردی یه باز زمانی طول کشیده دیگه، که از مدرسه بری خونه یا بالعکس. اون باز زمانی برای ما مهمه، من اینجا زمانو میخوام. پس مسافتی که داری طی میکنی رو به زمان بخوای تقسیم کنی میشه تندی حرکتت، میشه تندی حرکتت. بچه ما مسافت رو با حرف ال نشون میدیم، زمانم که با حرف تی نشون میدیم. پس این باز زمانی من اینطوری به دست میاد. بریم جا به جایی، بریم جا به جایی. آقا اگه بر حسب جا به جایی بخوای حرف بزنی سرعته، سرعت جهت داره، چون از رو جا به جایی داره به دست میاد. سرعت کمیتیست برداری، تندی کمیتیست نرده ای، جهت نداره. خب آقا سرعت میشه جا به جایی تقسیم بر همون باز زمانی که طول کشیده تو اون مسیر رو طی بکنیم. بچه ها ما جا به جایی رو هم که الان بهتون توی نکته قبلی گفتم دیگه با حرف دی نشون میدیم. اوکی، پس یعنی سرعت جا به جاییه،
تندی، مسیره، مسیره، یادت نره. بریم ببینیم چه خبره. میخوام بیام واحد تندی یا واحد سرعت رو پیدا کنم. خب واحدش چی میشه؟ بریم اسلاید قبلی یه نگاهی بندازیم، یه نگاه زیبا بندازیم بهش، ببینیم چه خبره، چی داره بهمون میگه. به من نگاه کنید زیبارویان. آقا مسافت بر حسب طول واحدش میشه متر. خب متر. زمان واحدش میشود ثانیه. پس یعنی زمان واحدش شد ثانیه، مسافت شد متر. آیا واحد سرعت با تندی متفاوت است؟ بریم چک بکنیم ببینیم متفاوته. جا به جایی من میشه واحدش چی؟ میشه متر. متر. زمان واحدش میشه چی؟ میشه ثانیه. خب اینم که شد متر بر ثانیه. پس یعنی تندی و جا به جایی، خب تندی و سرعت که با حسب جا به جایی میاد، واحداشون با هم هیچ فرقی نداره، واحدای متفاوتی ندارن. حالا بریم اسلاید بعدی، اینجا رو نگاه کن. اومدم میگم که آقا من جا به جایی مسافت رو میدونم که واحدش میشه متر، زمانم میدونم که واحدش میشه ثانیه، پس یعنی سرعت و تندی من واحدش میشود متر بر ثانیه. حالا اگه متر نداشتم چه کنم؟ خب برو تبدیل واحد کن. حالا اگه زمان و ثانیه نداشتم چه کنم؟ برو تبدیل واحد کن. متر رو که یاد گرفتیم، خب همون اول کلاس برای مسافت جابجایی که واحد متر بود، بهت یاد دادم که سانتی متر باشه، میلی متر باشه، چه کنیم؟ زمان هم یه نگاه بندازیم با هم. آقا تبدیل واحد زمان رو میخوام برم. من میدونم زمان اگه ثانیه نباشه یا دقیقه است یا ساعت. اوکی. اگه دقیقه باشه چه کنم سلطان؟ بریم ببینیم. اگه دقیقه باشه چه کنیم؟ آقا من میگم که دقیقه، اینم ساعت. آقا میخوام تبدیلش کنم به چی؟ به ثانیه. بریم تبدیل کنیم به ثانیه. آقا من میخوام بیام دقیقه رو تبدیل کنم به ثانیه. هر دقیقه چند ثانیه است؟ بدو بگو. دفتر 60 میشه. برو پایین، ساعت رو تبدیل کن. ساعت بخواد بشه ثانیه چی میشه؟ هر ساعت 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه. یعنی چند تا 60 تا؟ دو تا 60 تا. ضربش کن ببینم چی میشه؟ میشه 3600. دم همتونم گرم. آقا بریم ببینیم چه خبره سلطان. بریم ببینیم که اینجا میخوایم بریم حرف بزنیم در مورد یه تبدیل واحد زیبای دیگه چیکار کنیم. آقا من الان بهت بگم، اگه به تو کیلومتر به ساعت بده، میخوای بری تبدیلش کنی به متر بر ثانیه، چه میکنیم ما؟ بریم ببینیم. کیلومتر بر ساعت رو میخوای تبدیل کنی به متر بر ثانیه، حواست باشه که یه دونه کیلو داری که باید تبدیلش کنی، یه دونه هم چی داری؟ زمان ساعت داری که باید تبدیلش کنی. چی کار میکنیم؟ ساعت رو که میدونی 3600، کیلو هم که میدونی 1000، پس اگه این صورت و مخرج رو درست ساده کنی، جملت میشه تقسیم کنیم به 3.6. یعنی چی؟ یعنی اگه به تو کیلومتر بر ساعت بده، بخوام تبدیلش کنم به متر بر ثانیه، کافیه که بیام عبارتم رو تقسیم کنم به 3.6. عددی که بهم داده رو تقسیم کنم به 3.6. خیلی هم قشنگه. همینیه که هست، مجبور یاد بگیری، امتحان داری دیگه، باید بلد بشی. اینا رو یک سال خوندی، من دارم دوره میکنم واسه، من دارم نکته هاشو میگم، یه دور میزنم مبحث فیزیکو، فیزیک بخش فیزیک علومتو. آقا میگه بردار جا به جایی رو رسم کن. چشم، رسم میکنیم، ابتدا رو به انتها بسم میکنیم، یه بردار میشه بردار جا به جایی دی. بفرما، رسمش کردم. میگه تندی سرعت رو بده بیاد. چشم. اونم چی؟ مدت زمان چقدر؟ مدت زمان 2 ثانیه. بریم ببینیم چه خبره. آقا من میخوام تندی پیدا کنم. میریم تندی پیدا کنیم.
دخترا پسرا به من گوش بدین، تندی میخوام پیدا کنم. بچه من گفتم تندی با چی میاد؟ تندی با مسافت. پس اگه تندی با مسافت بر حسب زمان میاد چه کنم؟ مسافت مسیری که طی میکنم از ابتدا تا برسم به انتها. پس یعنی الان میشه 3 و 4. 3 و 4 واحدش هم چی بوده؟ واحدش هم بر حسب متر. زمانم چقدره؟ بدو بگو. 2 چی؟ ثانیه. 3 و 4 جمعش میشه 7. 7 تقسیم بر 2 میشه 3.5. واحد بده بیاد متر بر ثانیه. خیلی هم قشنگ بود. بریم ببینیم که سرعت چی میشه. سرعت سلطان با چی میومد؟ خب معلومه دیگه، سرعت با جا به جایی میومد. جا به جایی به زمان. سلطان جا به جایی اینجا چقدره؟ جا به جایی، آهان، یه مثلث طلایی بهت گفتم 3.4 چند بود؟ بدو الان باید دوره کنی بگی. 3.4 این میشه 5. اینا واحدشون متره، اینم واحدش میشد چی؟ متر. پس یعنی جا به جایی من چقدره؟ 5 متر. آقا اینجا میذارم 5 متر. اوکی. زمانم چقدر بود بچه ها؟ 2 ثانیه. میذارم 2 ثانیه. 5 تقسیم بر 2 2.5. واحد چیه؟ همون متر بر ثانیه. آقا واحد تندی سرعت یکیه دیگه، واحداش یکیه دیگه، فرقی با هم نداره که، واحدا یکی. خیلی هم قشنگ. میریم بردار جا به جایی بکش. چشم، یعنی که تیکه اول سوال میگه بردار جا به جایی رو رسم کن. رو چشمم بردار جا به جایی رسم میکنیم. ابتدا به فلش حرکتی مسیر رو نکن. فلش ها رو، فلش میگه این طرفی برو، نگاه کن. ابتدا رو بست میکنم به انتها بردار. کشیدم بردار جا به جاییمو کشیدم. میگه برو تندی بده. تندی چی بود؟ تندی با چی میومد؟ تندی با مسافت میومد. اوکی بریم. پس من میگم آقا تندی، بچه ها یاد بگیرید با نماد نوشتن و تندی رو با وینشون میدیم دیگه. تندی رو دارم میرم پیدا کنم، میشه مسافت تقسیم بر زمان. تقسیم بر زمان. آقا مسافتم میشه مسیر حرکتم. مسیر حرکت رو نگاه کن، 50 متر، 70 متر، با هم دیگه میشه چقدر؟ میشه 120. میشه 120 متر. آقا نوشتم. سلطان زمان دارم. زمان چقدره؟ او زمان رو نگاه کن ببین چی گفته بهت. آقا زمانم گفته 2 دقیقه. دقیقه باید چی بشه؟ دقیقه رو باید بریم تبدیلش کنیم به چی؟ به ثانیه. دقیقه تبدیل شه به ثانیه چی میشه؟ ضرب در چند میشه؟ 60. 2 رو ضرب در 60 کنی میشه 120. پس اینجا می نویسم 120. واحدش هم که شد ثانیه. 120 بالا با 120 پایین میره میشه 1. واحدش هم که میشه متر بر ثانیه. خیلی هم قشنگ. چه سوال جذاب لعنتی قشنگی بود. دیدید بعضی وقت سوال میگه من یه مسیری رو دارم طی میکنم از اینجا تا مثلا فرض کنید مدرسه. نیمی از مسیر رو، خب نیمی از مسیر رو با این مثلا فرض کنید تندی میرم، نیم دیگه‌شو با یه تندی دیگه میرم. خب یه مدل دیگه سوال میده، میگه که من دارم از منزل مثلا میرم تا فرض کنید که فروشگاه. آقا توی این مسیر مستقیم، مسیر مستقیم ها دارم طی میکنم، توی این مسیر مستقیم اینقدر از مسیر رو، خب توی این باز زمانی میرم، اینقدر از مسیر رو توی این باز زمانی میرم. برو بگو ببینم تندیش چقدره. اون موقع میخواییم بریم مسئله رو حل کنیم، چون اومده توی مسیر خط راست صحبت کرده، پس ما میتونیم خیلی راحت جا به جایی هامون یا مسافت هامون رو که با هم دیگه یکی میشن چون روی خط راستن، پس من هم میتونم اسم جا به جایی بیارم هم اسم مسافت بیارم، به زمان کلی که از ابتدا تا انتها طول کشیده و جمع تیکه های زمانی رو انجام میدم تقسیم کنم. یعنی که مبدأ و مقصد من یه خط راسته، این یادت باشه، یه خط راسته ها، که من بتونم بگم جا به جاییم با مسافتم یکیه.
بچه باز زمانی دارم، خب بعد اندازه جابجاییام هم دارم. آقا جابجاییامو جمع میکنم، باز زمانیامو جمع میکنم، به جواب میرسم. خیلی هم قشنگ. حالا اگه مثلا بیاد بخش بندی کنه یکیشو به هم نده چیکار کنم؟ بریم ببینیم چه خبره. خب اول بریم اینو پیدا کنیم، یه مثال حل کنیم، بعد بریم نکته رو به دست بیاریم. میگه متحرک رو خط راست مسافت رو تو این باز زمانی، سرعت متوسطش رو میگه پیدا کنیم. خب آقا من الان اگه بخوام بگم سرعت متوسط رو بخوام پیدا کنم میشه جمع بازه های زمانی. چرا؟ از کجا فهمیدی سلطان جمع باز زمانیه؟ آقا نگاه کن، گفته روی خط راست بدون تغییر جهت. خیلی قشنگ گفته دیگه، روی خط راست دارم میرم بدون تغییر جهت. خب حالا میگه که 200 متر توی این مدت زمان، دوباره 100 متر توی این مدت زمانی. پس مسافتامو حساب کنم بالا، 200 و 100 تا میشه 200 متر به اضافه 100 متر که جمع اینا بر حسب متره. به روی باز زمانیام میشه 30 به اضافه 50 که بر حسب ثانیه است. 100 با 200 میشه 300، 30 با 50 میشه 80. ساده کنیم بچه ها، صفر بالا با یه صفر پایین میره. 30 و با 8 رو میخوام ساده کنم، به 2 بزنم، این به 2 میشه 4، اینم به 2 میشه 15. دیگه ساده نمیشه. جواب چی میشه؟ میشه متر بر ثانیه. اگه متر بر ثانیه نمیشد یه چیز دیگه میشد چی؟ خب اون موقع تبدیل واحد رو باید انجام میدادم دیگه. الزامیست؟ بله الزامیه، مگر اینکه خود سوال به تو برگرده بگه بیا بر حسب سانتی متر بر ثانیه بده، بیا بر حسب میلی متر بر ثانیه بده، یا بیا بر حسب مثلا متر بر دقیقه بگو. اون موقع دیگه چون خود سوال به همون گفته که بر حسب چه واحدی به دست بیاریم، تبدیل واحد الزامی نیست. اما چون به همون چیزی نگفته تبدیل واحد رو انجام میدیم. چقدر قشنگ بود، روی خط راست بدون تغییر، بدون تغییر جهت. خیلی خوب. بیا اینجا اینو بهت بگم، بعد برگردیم سوال قبلیه رو حل کنیم. اگه زمان یا مکان داده نشه چیکار کنیم؟ بچه ها نگاه کنید، من میدونم که تندی یا سرعتم میشود جا به جاییم، یعنی ایکسم تقسیم بر تی. بله، به این مخرج یک بده یه طرف این وسطین کن، ایکس رو پیدا کن ببینم چی میگی. ایکس میشه وی تی. بله ایکس میشه وی تی. حالا که ایکس شد وی تی، یعنی اگه به من اندازه جا به جایی و مسافت رو نده، من میتونم به جای جا به جایی یا مسافت بذارم تندی ضرب در زمان. بریم تو رابطه بذاریم. پس یعنی وی من مساویه چی میشه؟ آقا من که زمانا رو دارم، خب میذارم به جاش زمانا که سر جای خودشونن، با زمانا که من مشکلی ندارم. آقا من جا به جایی مسافت رو ندارم، یعنی توی سوالی به من مسافت رو نداده. من به جای مسافت چی می نویسم؟ می نویسم به جای مسافت اینا هاش، می نویسم وی تی. این میشه وی تی اولیه، دوباره وی تی برای حالت چی؟ تیکه دوم حرکت و جا به جایی، دوباره وی تی برای تیکه سوم الی آخر. هر چقدر که هست باشه، من پیداش میکنم. اگه زمان به هم نده چه کنم؟ بریم زمان به هم نده. دیدی الان طرف این وسط این کرده بودم چی نوشتم؟ چی رو پیدا کرده بودم؟ مسافت رو. حالا داری طرف این وسط این میکنی، بیا تی رو تنها کن ببینم چی به هم میگی. یعنی تی میشود ایکس تقسیم بر وی. اوکی، یعنی اینجا اگه به من زمان رو نداد، من به جای زمان میتونم بنویسم اندازه جا به جاییم به تندیم. بیا بریم بذاریم با هم. پس یعنی اینجا به من زمانو ندهد، چه کنیم؟ بریم بنویسیم با هم. آقا من که جا به جاییمو دارم. آره می نویسم. بیا ایکس یک، ایکس دو، ایکس سه نوشتم. بیا بریم با هم دیگه چی پیدا کنیم؟ زمانو ندارم، چه کنم؟
به جای زمان می نویسم. x تقسیم بر v حالت اولی، x تقسیم بر v حالت ثانوی، x تقسیم بر v حالت سومی و الی آخر. دیگه حالا هر چی که هست. خیلی هم قشنگ اینو پیداش کردم. یعنی خیلی راحت میتونم اندازه ها رو با توجه به چیزی که بهم گفته به دست بیارم. حالا اگر من بخوام مسئله حل کنم چه کنم؟ یه نگاه قشنگ و جذاب بهش بنداز، خوشگل بهش نگاه کنم. یه نگاه بنداز، بریم مثال قبلیه رو با هم حل کنیم. ببین یه خوشگل نگاش کن. بهت دقیق اومدم گفتم زمان رو نداشته باشیم، بهت دقیق اومدم گفتم تندی رو ببین مسافت رو نداشته باشیم. حالا بیا بریم سوال قبلیه. اینهاش میگه آقا موتور سواری مسیری به طول 8 کیلومتر را در مدت 20 دقیقه رفته برمیگرده. تندی موتور سوار رو برو تو کل مسیر پیدا کن. خب اینجا تبدیل واحد دارم، اینجا تبدیل واحد دارم. من میام تندی پیدا کنم. تندی چی میشد؟ تندیمون میشد آقا جا به جایی یا مسیرم. تندی میشد مسافتم به زمان. خب حالا تندی مساویه با چقدر؟ 8. آقا کیلوه، کیلو اگه باشه چیکار کنم؟ میتونم همونطوری بنویسم؟ آره میتونی، ولی من چون کیلومتره میخوام کیلومتر رو بیام تبدیلش کنم به چی؟ تبدیلش کنم به متر. یاد دادم کیلو تقسیم بخواد تبدیل بشه به متر باید تو هزار تبدیل واحدش انجام بشه. پس اینو ضرب در چند میکنم؟ ضرب در هزار میکنم. بریم زمان. آقا زمان رو به هم داده دقیقه، پس این الان واحدش شد متر. دقیقه رو بخوای تبدیل کنی به ثانیه ضرب در چند میکنی؟ ضرب در 60 میکنی. پس میشه 20 ضرب در 60، واحدش هم شد چی؟ شد ثانیه. بریم ساده کنیم با هم. این دوتا صفر رو با این دوتا صفر رو میره. 2 رو با 8 میزنم میشه 4. 4 هم با این ساده میکنم. پس جواب میشه 20 به روی 3. واحد میشه متر بر ثانیه. متر بر ثانیه. بچه ها ما یاد گرفتیم که تبدیل واحد کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه تقسیم هست به 3.6. برعکسش خب میشه ضرب در 3.6 دیگه. پس من الان میخوام بیام اینو تبدیلش کنم به کیلومتر بر ساعت، چه میکنم؟ ضرب میکنم به 3.6. خب ضربش کنم میتونم اعشاری بنویسم؟ آره چرا نمیتونم. یعنی میتونم بنویسم 20/3 ضرب در به جای 3.6 بنویسم 36/10. حالا سادهش کنم، حالا سادهش کنم به دست بیارم مقدارشو. میتونید هم اولش ساده کنید، فرقی نداره. یعنی اگرم بخوای ساده کنی عددتو، مثلا این 10 رو بیای با 20 بزنیم بشه 2 تا 36 تا میشه 72 چندم سوم واحد کیلومتر بر ساعت. اینم با تبدیل واحده. خب مسیر رفت و برگشت بوده ها، 20 دقیقه ای رفته برگشته. بریم یه مثال خوشگل حل کنیم. یه مثال از این مدلایی که نصف مسیر رو با یه تندی میره، نصف مسیر رو با یه تندی دیگه میره، یا زمان و مسافتاشو میخواد برام جا به جا کنه. بچه ها میگه سرعت موتور سواری نیمی از مسیر رو، بیا یه مسیر برای خودمون در نظر بگیریم. این مسیره. خب نیمه مسیر، این مسیر نصف کنم دیگه. نیمه مسیر رو با سرعت 15 داره میره، نیمه دیگه یه مسیر رو داره با سرعت 30 میره. در کل حرکت چقدر از سرعتش از من میخواد؟ نصف مسیر یعنی کلش x بوده. خب این میشه x تقسیم بر 2. خب اینم میشه x تقسیم بر 2. چی رو نداریم؟ زمان رو نداریم. زمان رو بهم نداده. زمان رو بهم نده چه کنم؟ بیا اسلاید قبلی نگاه کن. زمان رو نداشته باشی این بود رابطه. x ها جمع، x به v ها جمع. بریم انجامش بدیم. پس می نویسم. رابطه همون اینجوری می نویسم. می نویسم که آقا تندی من برابر است با x دوم به اضافه x دوم به روی x تقسیم بر v به اضافه x تقسیم بر v. بله
آقا این x تقسیم بر v چیه مسیر من؟ این کلش که حرکتی که داره انجام میده که خب کلش که میشه x، یعنی کل مسیر. این تندی رو با x دوم اومده، پس میشه x دوم به روی چند؟ به روی 15. اینجا هم x دوم به روی چند؟ به روی 30. دور در دور، نزدیک در نزدیک بکنی میشه x به روی 30. اینجا میشه دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه x به روی 60. یه مخرج مشترکم که بگیری اینو ضرب در دو کنی، 2x و 1x میشه 3x تقسیم بر 60. بله، پس من بخوام بنویسم شده x به روی 3x به روی 60، به این مخرج یک میدم، دور در دور، نزدیک در نزدیک، پس جوابم میشه 60x به روی 3x. x ها با هم دیگه میرن، 60 تقسیم بر 3 میشه چند؟ میشه 20. واحدشو چی ببرم بذارم؟ بیا واحدشو با هم دیگه چک بکنیم. مگه واحدو اینجا نگفته متر بر ثانیه؟ اینجا هم نگاه کن، مگه نگفته متر بر ثانیه؟ پس واحدی که من دارم اینجا پیدا میکنم چیه؟ متر بر ثانیه. متر بر ثانیه. یه نگاه قشنگ بنداز، خیلی سوال جذابی بودا، خیلی خوشگل بود. یه نگاه بنداز، یه نگاه بنداز بریم مبحث بعدی. خیلی خوشگل بود، ببین چقدر قشنگ بود. خب بریم حالا، بریم مبحث بعدی. بچه ها یه چند تا نکته بریم در مورد سرعت و تندی بخونیم. تندی جهت حرکت رو مشخص نمی کنه. آره، چون تندی بر حسب مسافت می اومد، مسافت هم مسیر بود، جهت نداشت که. پس تندی جهت رو مشخص نمی کند، حواست به این باش. تندی مسیر حرکت من در کل مسیر یکسان و یک نواخت باشه، میتونم خیلی راحت بگم متوسط و لحظه ایش با هم برابر. لحظه یعنی چی؟ یعنی توی لحظه خاص، توی زمان مشخص. متوسط یعنی چی؟ یعنی توی بازه زمانی، یعنی از اینجا تا اونجا، تو مسافتی که مشخص کردیم. اگه ثابت باشه، یکسان باشه، یک نواخت باشد، این دوتا با هم برابر. حواست باشه تو جاخالی ها، تعریفی ها، درست و غلطی ها اشتباه نکنی. بچه ها تندی چون جهت نداشت، کمیتی اسکالر، نرده ای یا عددیه. اسکالر، نرده ای یا عددی. اما سرعت چون جهت داره، کمیتی چیست؟ کمیتیست برداری. یادت بمونه، یادت بمونه. متحرکی اومده مسیری رو، آها بچه اینجا حرکت من دایره ای شکل بوده، روی منحنی. بچه اینجا حرکت من یه حرکت دایره ای شکل بوده اینطوری. این اینجا نقطه آ، اینجا نقطه بی، اینم بوده 10 متر. به من میگه که بین دو نقطه آبی روی منحنی طی میکند مسافت و جابجایی رو برو به ترتیب پیدا کن. بیاین با هم دیگه پیدا کنیم. دخترها، پسرها، عزیزای دل، نگاه کنید. از نقطه آ میخوام اول چی پیدا کنم؟ اول میخوام مسافت پیدا کنم. از اینجا میام میرم تا اینجا. ببین اینه دیگه مسیرم. پررنگش کردم. ببین مسیر حرکتم چه شکلی بود؟ نیم دایره بود. یعنی چی نیم دایره بود؟ یعنی انگار برای این مسافته باید بیام محیط دایره رو خب تقسیم بر چند کنم. چرا؟ چون نیمه دایره است، کامل که نبوده که. خب اگه تقسیم بر دو کنم یعنی چی؟ محیط دایره میشه چی؟ میشه قطر ضرب در پی. پس میشه دو آر در پی تقسیم بر دو. خب این دو با این دو از بین میره. آقا شعاع رو میخوام، شعاع رو نگاه کن به شکل قشنگم. گفتم 10 متر، بیا بریم به جای شعاع بذاریم 10 مترم هست واحدش. پی هم که خود سوال بهم گفته چند بذار، پی هم که خود سوال گفته 3 بذار، 3 10 تا واحدش چون متر بوده بر حسب چی پیدا میشه؟ بر حسب متر. خیلی قشنگ، چقدر جذابیت داره. بیا بریم اینجا یه سوال زیبا خوشگل دیگه حساب با هم دیگه حساب کنیم. این دفعه چی گفته بچه‌ها؟ جابجایی رو گفته. بریم جابجایی رو هم حساب کنیم با هم. آقا جابجاییمون
جابجایی چی بود؟ ابتدا رو به انتهای یه بردار وصل کن. بیا. آه آه. بچه حرکت من چه شکلی شد؟ رو قطر بود دیگه. نگاه کن. بذار برات. آه آه. خب قطر دیگه این. بله. قطر میشه چی؟ میشه دو آر. قطر دیگه دوتا شعا. پس میشه شعا دهه. دو ده دا. بیست واحد متر. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ. بچه هرچی بیشتر از این نمونه ها و مدل ها حل کنید، تفاوت جا به جایی و تفاوت مسافت رو بیشتر درک میکنید. پس تو ذهنتون تندی و سرعت نقش بهتری پیدا میکنه. پس حواست باشه هرچی بیشتر تمرین حل کنی، خودت دستت را میفته، خودت راحت تر کار میکنی. شتاب چی؟ اصلا بچه شتاب چیه تو حالت عادی؟ تو ماشین نشستیم داریم میریم، فرض کنید از یه نقطه ای از شهر آ داریم میریم شهر بی. تو مسیر هی راننده دنده عوض میکنه، سرعت میگیره، بعد به دست انداز میرسه، سرعتشو کم میکنه. وقتی داریم توی مسیری با سرعت ثابت حرکت میکنیم، یعنی تغییر سرعتی نداریم، تغییر دنده ای نداریم، با آرامش داریم حرکت میکنیم، سرعت ثابت، شتاب صفره. الان وقتی که راننده سرعت میگیره هی دنده عوض میکنه، به خاطر تغییرات سرعت ما شتاب داریم. یعنی اون موقع است که میتونیم بگیم حرکتمون شتاب داره، یعنی چون سرعت تغییر کرده است پس حرکت شتاب داره. حالا ببینیم چیکار داریم میکنیم اینجا. در حرکت یک نواخت روی خط راست سرعت جسم ثابت است. بله سرعت ثابته. سرعت ثابته که تغییر نمیکنه که، سرعت ثابته دیگه، داریم میگیم ثابته، ثابته که تغییر نمیکنه که. اما سرعت اجسام متحرک همیشه ثابت نیست، سرعتش همیشه ثابت نیست. تو این حالت ها میگیم اصطلاحاً حرکت چی است؟ حرکت شتاب دار. حرکت شتاب دار. شتاب هم مثل سرعت دو تا حالت داره، متوسط، لحظه ای. متوسط یعنی توی بازه، توی زمان مشخصی از یه لحظه تا یه لحظه دیگه. بریم بررسیش بکنیم. لحظه توی یه زمان خاص، توی لحظه خاص شتابش چقدر بوده. بعد اومدم بهتون دارم میگم آقا واحد شتاب چیه؟ بچه برامون فرقی نداره که شتابی که من و تو داریم الان بحث میکنیم، خب متوسط باشه این شتابه یا لحظه ای باشه. واحد شتاب میشه متر بر مجذور ثانیه یا نیوتن بر کیلوگرم. یاد بگیرا، میخوای اینها، لازمش داری، خیلی زیباست، حواست به این باشه. شتاب متحرک زیر را بیابید. سریع بریم شتاب پیدا کنیم. آره دیگه شتاب باید بریم با هم دیگه به دست بیاریم. بیام نمودارهای شتاب هم باید بهت بگم. خب بچه بذارید اول نمودار شتاب رو بگم بعد بریم مثال حل. اگه تندی رو راننده هی زیاد کنه، گاز بده، سرعت بره بالا، دنده رو ببره بالا، خب چی شده؟ شتابه داره هی میره رو به بالا. پس یعنی نگاه کن، سرعت هم از هر جا که شروع شده اصلا برای مهم نیست. وقتی رو به افزایشه، رو به زیاد شدنه، یعنی سرعتم در حال زیاد شدنه، پس شتابم مثبته. نگاه کن، شتابم رو قسمت بالا، رو محور شتاب زمان دارم برات نشون میدم، شتابم مثبت بالاست، مقدار مثبت. بیا بریم، بیا بریم اون یکی حالتش هم با هم بحث کنیم. اینجا داشته باشین آقا تندی سرعتم در حال کم شدنه، راننده دست انداز دیده، چاله دیده، خب داره سرعت رو کم میکنه، دنده میاره پایین. اصلا مهم نیست که تندی اولی هم چقدر بوده، مهم اینه که سرعت تندی در حال کاهش است. نگاه کن داره کم میشه. اگه تندی در حال کاهش باشد چه میشود؟ شتابم منفیه. وای وای وای، حواست به این باشه، شتابم میشه منفی. خب حالا که اینو فهمیدیم، بیا برگردیم با هم دیگه. بیا برگ آه ایناش.
خب سلطان، الان که من فهمیدم این چه اتفاقی افتاده، افزایش و کاهش و نمودار شتاب رو به هم گفتی، بریم مسئله حل کنیم. چه جوری حل کنیم؟ به من نگاه کنید، به آموزگار خوبتون نگاه کنید. آقا شتاب ما با حرف آ نشون میدیم. خب سلطان اینو بهمون گفتی، شتاب ما با حرف آ نشون میدیم. میتونم فارسی بنویسم؟ آقا آره میتونی بنویسی، ولی یادت باشه بیای دهم دیگه فارسی نویسی نداری، یا باید با نمادها و کمیتهایی که بهتون میگن با همون نماد نشونش بدی. آقا شتاب میشود تغییرات سرعت یا تندی به زمان. پس یعنی میتونم بگم شتاب میشود تغییرات تندی یا سرعت به تغییرات بازه زمان. خیلی اینو دوست دارم، خیلی قشنگه، خیلی مهمه. بریم یه مثال حل کنیم با هم دیگه. الان مثالشو داشتیم نگاه. آقا به قیافه سوال من نگاه کن، چقدر سوالش جذابه، دوست داشتنیه. آقا اول از همه وقتی داری مسئله حل میکنی، نمودار داری، چشمتو بنداز به واحداش. چرا؟ ببین تبدیل واحد میخواد یا نمیخواد. شما سریع تا سوالو میبینی جوگیر میشی حل میکنی. عزیز دل من، تو واحدشو چک کن ببین درسته داری حل میکنی. تبدیل واحد نمیخواد؟ تو تبدیل واحد نیاز داره. یادت نره تبدیل واحدشو فراموش نکنی. زمان ثانیه درسته، نگاه کن بذار بنویسم واسات. اینجا محور زمان ها ثانیه است، دمش گرم، به من درست داده. برو یکی محور رو نگاه کن، تندی متر بر ثانیه، دمش گرم، اینم درسته. پس یعنی واحدش میشه متر بر ثانیه، درسته. اوکی، خدا رو شکر، خوشحال شدیم، تبدیل واحد نداریم، میریم حل کنیم. آقا چی برگردم بگم؟ میگم آقا شتاب، الان با هم دیگه گفتیم میشه تغییرات سرعت به تغییرات باز زمانی. بچه تغییرات یعنی چی؟ یعنی حالت ثانویه منهای اولی. چرا؟ بیا اینجا یه نگاه بنداز، یه دوره بزنیم با هم دیگه. سلطان جانم، میگم دلتا یعنی چی؟ دلتا یعنی تغییرات. وقتی میگه دلتای وی یعنی تغییرات تندی، یعنی تندی حالت ثانویه منهای تندی حالت اولیه. اگه میگفت دلتای مثلا فرض کنید ایگرگ یا وای، چی کار میکردیم؟ میگفتیم وای ثانویه منهای وای اولیه. دلتا کنار هر حرفی که بیاد یعنی شماره دوی اون حرف منهای شماره یکش، یعنی تغییرات ثانویش منهای اولیش. اوکی، اینم یه یاداوری زیبا بود. برگردیم سوال خودمونو خوشگل حل کنیم. سلطان اینجا چی برگردیم بگیم؟ بریم ببینیم اینجا چی باید برگردیم بگیم. آقا تغییرات تندی و تغییرات زمان. بچه‌ها گفته که تو باز زمانی از اینجا تا اینجا دارم میرم حل کنم. از تی یک تا تی دو. از اینجا برم تا اینجا حل کنم. دلتای تی یعنی تی ثانویه منهای تی اولی. حله؟ الان تعریفشو گفتم دیگه، دلتا یعنی چی دیگه. بیا بریم با هم دیگه ویارم بگیم، اون ویو صورتش هم بگیم، میشه وی دو منهای وی یک. بریم جایگذاری کنیم با هم دیگه. آقا تی دو اینه هاش، دوازده تی یک چهاره، پس میشه دوازده منهای چهار. برگرد برو تندی ها رو نگاه کن، تندی ثانویه 26 اولیه دهه، بریم بذاریم با هم، پس میشه 26 منهای ده. آقا دوازده منهای چهار میشه چند؟ میشه 8. 26 منهای 10 میشه چند؟ میشه 16. 16 تقسیم بر 8 میشود 2. واحدش چی بود؟ تو صفحه اسلاید قبلی بهت گفتم، گفتم واحدش میشه متر بر مجذور ثانیه یا نیوتن بر چی؟ کیلوگرم. یادت نره ها، مهمه ها. ببین چقدر سوالش جذاب بود. بین دو زمان و دو تا تندی رفتیم شتاب پیدا کردیم. بریم بعدی. حل همه اوکی ان؟ دخترا پسرا گوش میدین دیگه، انشاءالله که خسته نشدین. خسته بشیدم به این فکر کن که آقا امتحان داری باید بخونی. بریم
داریم یه دور جذاب میزنیم دیگه با هم دیگه، بخش فیزیک درس علوممونو دیگه. فکر نکنی علومت فقط همین بوده ها، من دارم فیزیکشو میگم و بقیه قسمتاشو باید بری خود بخونی. بیا اینجا رو نگاه کن ببینیم چی گفته بهمون. میگه اگه جسم افقی حرکت شتاب دار داشته باشه، نیرو میشه جرم ضرب در شتاب. یکی از قوانین فیزیک هم هستا، قانونای نیوتن. میریم حالا میخونیم با هم دیگه. اگه جسم به صورت قائم حرکت کنه، بچه تو راستای قائم، خب شتاب گرانش زمینه که داره اونو به سمت خودش میکشونه، پس به جای آ باید گرانش زمین رو بذارم که چنده؟ جی. جی چند بود؟ جی 9 هشتم که تقریبش چنده؟ تقریبش 10. بچه اینم میدونید دیگه، هرچی به خط استوا نزدیکتر میشیم شتاب گرانش داره کمتر میشه، به 9 هشتم نزدیک میشه. هرچی به قطب نزدیکتر میشیم شتاب گرانش از 9 هشت داره میره به سمت 10. پس اینکه ما میگیم 9 8 رو میگیریم 10، خب حالا برای محاسبات راحت تر 10 در نظر گرفته میشه، ولی توی کره جغرافیایی کره زمین اینطوریه که از خط استوا بریم به سمت قطب ها شتاب گرانش به 10 نزدیک میشه، هرچی به سمت خط استوا بیایم به 9 8 هم نزدیک تره. آقا یه نکته خوشگل با هم خوندیم. خانم واحد تبدیلی جرم چیا هست؟ جرمو چه جوری حساب کنیم؟ زیبارویان، جرم واحد اصلیش کیلوگرم. خب من اگه واحدای دیگه ای داشته باشم باید چه کنم؟ باید بیام اونو تبدیل کنم به کیلوگرم. رایج ترین متداول ترین واحد جرم به جز کیلوگرم که واحد اصلی گرمه. خب گرم به هم بده چه جوری تبدیل کنم به کیلوگرم؟ به هم بگو. بدو، بلدی اینا رو، من دارم دوره میکنم واسط. گرمو بخوای تبدیلش بکنی به کیلوگرم یعنی باید چیکار کنی؟ یعنی باید عددت رو تقسیم کنی به 1000. عددت تقسیم بشه به 1000. دخترا پسرا، 1000 چند تا صفر داره؟ 3 تا، یعنی 10 به توان 3. اوکی، اگه من نخوام تقسیم کنم به 1000 چه کنم؟ این 1000 رو بردا ببر بالا. میدونیم که اگر عدد توانداری جایگاهش رو تو صورت و مخرج عوض کنه علامتش قرینه میشه. آقا بره بالا علامت رو قرینه کن ببینم چی میگی. میشه 10 به توان منفی 3. خیلی قشنگ حساب کردم، خیلی جذاب. حالا ببین چی دارم بهت میگم. میگم اینجا پس اگه بخوام گرم و کیلوگرم رو تبدیل کنم، ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه. خیلی قشنگ نگاه کن، چه خوشگل تبدیل شد. برعکس برم چه کنم؟ برعکس معمولا تو واحد اصلی اتفاق نمیفته، اما هست گاهی اوقات که داره مثلا سوال به من میده گرم حساب کن. اگه بگه گرم حساب کن، اون موقع من واسه این که بیام کیلوگرم رو تبدیل کنم به گرم، ضرب در 10 به توان 3 یعنی 1000 میکنم. حله؟ همه اوکی ان؟ رفتم یه سوال خوشگل زیبا جذاب حل کنم. خب این تبدیل واحده بود، اومدم اینجا به من داره میگه آقا جسمیم با یه رنگ خاص دوست داشتنی بریم حل کنیم. به من میگه جسمی 700 گرمی، همینجا داستان داری دیگه. آقا گرم داده بهت، واحده چی بود؟ کیلوگرم بود. سلطان اگه تو بخوای گرم رو تبدیل کنی به کیلوگرم، به هم گفته بودی باید تقسیم کنی به 1000. 700 رو تقسیم کنم به 1000، خب این دوتا صفر را با این بره میشه 7 دهم، پس یعنی جواب میشه 7 دهم کیلوگرم. بله سلطان، خیلی هم قشنگ بود. حالا چه کنم؟ هیچی، بیا با همدیگه بنویسیمش. چی رو بنویسیم؟ اینو، نیرویی که داره بهش وارد میشه. آقا نیرو مساویه با ام ضرب در چی؟ حرکت تو راستای افقی شتاب داره یا تو راستای قائمه؟ سلطان گفته از یه بلندی داره پرت میشه. خب پس تو راستا قائمه، تو راستای قائم شتاب گرانش زمینه که داره اونو میکشونه، پس میشه ام جی، یعنی جاذبه، یعنی وزن. نیرو وزنشه، اون نیروه نیروی وزنشه. آقا وزن رو حساب کن، بریم با هم پیداش کنیم.
داد میزنم خوابت برده بیدار شیا. بیا بنویسیم با هم. آقا جرممون چقدر شد؟ 0.7 کیلوگرم. پس مینویسم 0.7 ضرب داره. جیو هیچی بهت نگفتم. نگفتم عدد 10 دیگه 10 میبرم میذارم. یه ممیز با یه صفر میره 0.7. واحد نیرو، واحد نیرو نیوتن. حل؟ اوکی. خوشگل بود. یه سوال دیگه حل کنیم با هم. این دفعه یه جسم به هم داده، بازم گرم داده. نگاه کن اول سوالو، نگاه کن نگاه کن، میگه 100 گرم. آقا گرم داده، چیکارش کنم؟ پس اول سوال، همین اول تا یادت نرفته تبدیلش کن به کیلوگرم. پس یعنی من میگم اگه به هم گرم بده بخوام تبدیلش کنم به کیلوگرم، باید بیام عددمو تقسیم کنم به 1000، میشه 0.1. خب شتابم که به هم داده، بله اینها شتاب، شتابم که با حرف آ نشونش میدادم، میگه نیرو رو برو پیدا کن. آقا حرکت تو راستای افقی نیرو داره. خب اون با چه حالتی میومد؟ با ام آ میومد، با شتاب حرکتیش میومد. پس میگم اف برابر هستش با ام آ، یعنی اف مساوی هست با جرمم. چقدر شد؟ شد 0.1. شتاب چقدره؟ شتاب هست 2. 2 ضرب در 0.1 میشه 0.2. واحد نیرو نیوتن. واحد نیرو نیوتن. یه سوال سلطان، واجب واحدا رو بذاریم؟ ببین نگاه کن، تو امتحانای هماهنگ، تو امتحانای نهایی فرمول ننویسی ازت نمره کم میشه، واحد و نذاری ازت نمره کم میشه. ما داریم به شما یاد میدیم که آقا هر چیزی رو حساب میکنی بگو واحدش چی بوده که به دست آوردی. پس داریم کمکت میکنیم تو واسه امتحانات هماهنگ و امتحانات نهایی آمادگی کافی رو داشته باشی. گذاشتن واحدها، اینکه تو بدونی چه جوری حساب کردی، واحدش چی بوده، نیاز به تبدیل واحد داشته نداشته که مسئلت رو درست حل کنی، خیلی لازم و ضروریه. پس حواست باشه که حتما با واحد بری جلو که هم خودت راحت تر مسئله حل کنی، هم نمره کم نشه از. میریم یه سوال جزوای، این چقدر قشنگه. میگه جسمی با شتاب 2 متر بر اینها، نگاه کن شتابو بد دادم، شتاب آه، نیرویی که جسم ها رو داره حرکت میده چی؟ آقا نیرو داره از این طرف وارد میشه دیگه، اینم نیرو. خب چیکار کنم سلطان؟ هیچی، بیا حرکتشو ببینیم. آقا من دستمو بذارم کنار این جسما، حرکت بدم، هولش بدم، چند تا جسمو دارم میکشونم؟ 2 تا. چند کیلویی؟ 5 کیلویی و 2 کیلویی. خب بریم حساب کنیم دیگه با هم. دستتو میذاری اینو داری هولش میدی، داری تکونش میدی، با چند تا جسم؟ 2 تاست. هر 2 رو حساب میکنم، یعنی من برمیگردم میگم نیرو میشود 2 تا جسم، یعنی M1 به اضافه M2 در شتاب حرکتی. این آ شتاب بود. سلطان من فارسی می نویسم، اشکال نداره فارسی بنویس، اومدی 10 درست میشی. تو نباید فارسی نویسی رو عادت کنی، باید یاد بگیری هر کمیتی در علم فیزیک یک نمادی دارد، اونو با نمادش نشون بدی. بریم بذاریم با هم دیگه جایگذاری رو انجام بدیم. چنده؟ 5 کیلوگرم ها، تبدیل واحد نیازی نداره. کیلوگرم ها، اینم 2. شتاب چقدر بود؟ 2. 5 به اضافه 2 7. 2 × 7 = 14. واحد نیرو نیوتن. واحد نیرو نیوتن. چقدر قشنگ بود این سوال. لعنتی جذاب که میگن به این سوال میگن ها. اصلا این شعر واسه این مثال اصلا درست شد. به خدا نگاش کن، خیلی خوشگل، خیلی قشنگ. با دقت نگاش کن، بعد بریم سوال بعدی. بعد بریم با هم یه نکته ای، یه مبحثی دیگه ای رو یاد بگیریم و ادامه بدیم. چقدر من قشنگ می نویسم. دمم گرم. بریم. میریم ادامه بدیم. آقا نیرو. سلطان ما که تا الان نیرو پیدا کردیم. آره. نیرو رو برای شتابه داشتیم حساب می کردیم.
که به دست آوردیم، حالا خود نیرو رو بریم شناسایی بکنیم. چون مبحث شتاب بود با نیرو حلش کردیم، فهمیدید واحدش شد نیوتن نوشتم. اما بریم خود نیرو رو ببینیم چیه. بچه ها عادت کردید خیلی از شماها توی دوره متوسطه اول همین که میخواین یه مبحثی رو، یه موضوعی رو، یه کمیتی رو تعریف کنید، میگه چیزی که، چیز یعنی چی الان دقیقا مشخص کنید، وسیله‌ای که، آیا همه چیزهایی که در اطراف شما هست اون چیزی که میگید و اون وسیله‌ای که میگید واقعا وسیله است؟ چیزه؟ چیز اصلا منظور چی از چیز؟ خب الان نیرو رو میخوای تعریف کنی، یادت باشه نیروی عامله، نه وسیله است، نه چیزیست، که عامل، آقای عاملیه. عاملیه که چی؟ عاملیه که تغییر وضعیت حرکت جسم داره نشون میده، باعث تغییر وضعیت جسمت میشه، باعث تغییر وضعیت میشه. هرگاه بخواهیم جسمی را بکشیم یا هل دهیم، خیلی مهمه ها، بکشیم یا هل دهیم، بهش نیرو وارد میکنیم. همیشه لازم نیست برای وارد شدن نیروی دو جسم اون دوتا جسم با هم در تماس باشن. گاهی اوقات توی فاصله ای هم میتونن به هم نیرو رو وارد کنن. مثلا آهنربا، آهنربا رو نزدیک سطح مثلا یخچال نگه دار، نیروشو با دستت احساس میکنی که میخواد بره بچسبه. سنجاق، سوزن تهگرد نگه دار تو دستت، بعد آهنربا رو بگیر، توی فاصله اون نیرو رو احساس میکنی قشنگ، نیرویی که دوتا ذره باردار به هم وارد میکنن، میای میخونی تو سال 11 هم. خب اینا همه نیرویی هم که دوتا جسم، دوتا ذره بدون اینکه با هم در تماس باشن به هم وارد میکنن. پس الزامی وجود نداره که همیشه نیرو چجوری وارد بشه به جسم یا ذره من که در تماسن وارد بشه. گاهی اوقات بدونه که اونها در تماس باشن به هم دیگه وارد میکنن نیرو رو. میریم نکته های نیرو رو ببینیم. نیرو بچه، من 7 نکته خوشگل و جذاب برات نوشتم، یعنی این 7 نکته رو از نکته هایی که برای آموزش بچه ها واسه ورود به تیسوشان انجام میدیم آوردم برات. چیا هست؟ یکی که قابل دیدن نیست، نیرو نمیتونی ببینی، تلاش نکن که بخوای ببینی، قابل دیدن نیست. تأثیر یا برهم کنش دو تا جسم هم دیگه است، تأثیرشه. دیدی مثلا سنجاق و سوزن تهگرده و اینا با آهن رو باه. عاملیه که اگر به جسم وارد بشه باعث حرکت جسم ساکنه میشه، یعنی باعث تغییر وضعیت اون جسم ساکنه میشه. عاملیه که اگه به جسم وارد بشه باعث تغییر شکل جسم میشه، بعضی وقتا باعث تغییر شکلش میشه. عاملیه که اگه به جسمی وارد بشه باعث شروع حرکت یک جسم حول یک محور میشه. میاد میخونید اینا رو، خیلی قشنگ. عملیه که، یا میتونیم بگیم عاملیست که اون اتفاقیه که اگر به جسم وارد بشه تغییر حرکت جسمو داره. مثلا جسم داره میره میخوره به دیوار، دوباره برمیگرده، تغییر جهت داره میده. عاملیه که اگر به جسم وارد بشه با کم شدن، زیاد شدن یا ایستادن جسم که حرکت داره روبرو میشه. خیلی قشنگ. یه نگاه بنداز بریم بعدی. خوشگل نگاش کن، بریم ادامه بدیم با هم دیگه. میدونم بحث و طولانی کردم، ولی نکته رو باید بدونی اینا رو. مگه میشه بدون این نکته های جذاب بریم ادامه بدیم؟ خیلی خب، حالا به معلم خیلی خوبتون نگاه کنید، ادامه بدیم. انواع نیروها. آقا ما دوتا نیرو داریم بچه، تعداد نیروها زیاده ها. دوتا حالت مختلفی از نیرو که داریم اینه، یکی نیروها غیر تماسی هن، یه نوعی از نیروها هستن که تماسی هن. خب تو نیروهای تماسی دی از اسمش معلومه دیگه، پس باید دوتا جسم حتما با هم در تماس باشن، مثل نیرو تکیگاه، استحکاک، کشتانی، باید در تماس باشن. در تماس نباشن اون نیرو بهشون وارد نمیشه. غیر تماسی از اسمش معلومه دیگه، بدون اینکه با هم تماس داشته باشن، نیرو میدانیه، پس بدون تماسه، نیازی نیست حتما در تماس باشن. مثل چی؟ مثل هم آهن ربایی دیگه، نیرو مغناطیس، گرانش، نیرو الکتریکی، اینا میشن نیروهای چی؟ میشن نیروهای میدانی غیر تماسی.
خیلی قشنگ بود تا اینجا. آقا نیروهای تماسی تا زمانی وجود دارن که دوتا جسم با هم تماس دارن. تماس تموم بشه؟ نیرو هم تموم شده دیگه، نیروی وجود نداره دیگه عزیزم. تا زمانی تماس دارن نیروه هست. تماس قطع بشه نیروه قطع میشه. خیلی هم قشنگ نیروه از بین میره. توضیح دادم برات. نیرو کمیتیست برداری جهت داره. آره نیروی وزن کدوم طرفه؟ طرف پایین، همیشه به سمت زمینه نیروی وزن. خب پس ببین، نیرو کمیتیست برداری جهت دار است، جهتش مشخصه. بریم. علاوه بر مقدار اون، جهتش هم که مشخصه، جهت داره. بله، یعنی هم مقدارش قابل محاسبه است، هم جهتش جهت مشخصی. بچه تأثیر یک نیرو به جسم کاملنه، کاملن به جهت اون بستگی داره. خیلی واضح. نیرو قابل ذخیره شدن نیست. منبعی نداریم که نیرو رو ذخیره کنیم بعد ازش استفاده کنیم. تو لحظه‌ای که تأثیر و برهم کنش هست، نیروه هست. تمام بشه دیگه نیست. یعنی نیرو قابل ذخیره شدن نیست. بچه ها نیرو سه تا مشخصه خیلی جذاب داره. آقا اینو یادت بمونه ها. اندازه یا بزرگی مقدار داره دیگه. جهت راستا. راستا یا یکا. بچه ها راستاش مشخصه، ما جهتش رو تعیین میکنیم، ولی راستای حرکتش هم باید مشخص باشه. جهتش مشخصه، اندازه بزرگی داره که یکاش هم مشخص هست. حل. بریم ببینیم چه خبره. اسلاید بعدی میگه اگه دوتا نیرو خلاف جهت هم به هم به جسمی وارد بشن، مقدار اونها یکی باشه، همدیگر رو خونسا میکنن. مثلا به یه جسم یه نیرو از راست یک نیرو از چپ وارد بشه، خب هم اگه اندازه هاشون یکی باشه هم دیگر رو خونسا میکنن. یکی نباشه چی؟ خب خونسا نمیشه دیگه. به این دوتا نیرو که با هم برابرن، خلاف جهت هم هستن، تأثیر گذاشتن رو جسم من، به اصطلاح میگن نیروهای متوازن. نیروهای متوازن. نیروهای متوازن برایندشون همیشه چقدر است؟ مگه خونسا نکردن؟ خب خونسا کنن چقدر میشه؟ صفر. صفر. چقدر فیزیک جذابه. چون همدیگر رو خونسا کردن، برایندشون چنده؟ صفر. بیا بریم اینجا برایند پیدا کنیم زیبا و خوشگل. آقا من یه شکل رو پیدا میکنم، یه شکل رو میذارم، خودت بعدم به دست بیاری. خب چون میخوام بهت یاد بدم چجوری پیدا کنی دیگه. دیگه وقتی که یاد گرفتی دیگه مدلای مختلف رو میتونی خودت حل کنی. بیا بریم ببینیم چه خبره، چه خبره. سوالای قشنگی آخه. بچه اینجا نیروهامون یکی تو راستای افقیه، به سمت راست، یکی به سمت چپه. خب به سمت راستی ها یکی اینه، یکی هم اینه، به طرف راست داره وارد میشه. میشه به طرف راستی ها میشه 5 به اضافه 12. به طرف چپی ها رو نگاه کنیم، به سمت چپ یکی اینه، یکی اینه، 6 به اضافه 12. 5 و 12 17 18. یعنی برایند صفره. برایند صفر نیست. چجوریه؟ 18 عدد بزرگتریه، به کدوم سمته؟ پس برایندش میشود 1 واحد. به کدوم طرف؟ به سمت چپ. 1 واحد به کدوم سمت؟ سمت چپ. پس 1 واحد به سمت چپ. خیلی هم قشنگه، دوست داشتنی، جذاب. بریم زیبارویان دو عالم، بریم ادامه بدیم. حالا من میگم زیبارویان، خیلی هم به این موضوع اکتفا نکنید، یه زمانی بهتون میگم زشترویان. بریم اینجا. آقا بریم قوانین نیوتن رو با هم دیگه دور بزنیم ببینیم چی میگه. قانون اول میگه که آقا هر جسمی دوست داره حالت سکون یا حرکتش رو با سرعت ثابت حفظ بکنه، مگر اینکه تحت تاثیر نیروی مجبور به تغییر وضعیت بشه. بله، پس یعنی اون دوست داره شرایط اولیه و فعلی خودش رو حفظ کنه، مگر اینکه مجبور بشه، و الا دوست داره به همون حالت خودش باقی بمونه.
به عبارت دیگر اگر بر جسمی نیرو وارد نشود یا برایند نیروهایی که داره بهش وارد میشه صفر باشد، جسم ساکن میماند و در همون حالت یا به حالت با همون سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه میده. قانون دوم چی میگه؟ همون F مساوی ام آه. قانون دوم میگه که اگر به جسمی یک یا چند تا نیرو وارد بشه شتاب میگیره، که این شتابه با نیروه و جرم متناسبه. البته با جرم رابطه عکس یا وارون دارد، با نیرو رابطه مستقیم داره، یعنی شتاب ببخشید با نیرو رابطه مستقیم، با جرم رابطه عکس داره. بچه‌ها قانون لختی یا اینرسی تمایل به ساکن ماندنه، تمایلیه که هر جسمی دوست داره ساکن بمونه، حالت خودش رو با سرعت ثابت حفظ بکنه، میگن لختی یا اینرسی، که اینم بلدیم دیگه. لختی یا اینرسی بچه وابسته به جرمه، یادت بمونه، این یادت نره ها. لختی وابسته است به جرم، به جرم. یعنی اگه من بگم لختی یه جسم 100 کیلوگرمی بیشتره یا لختی یه جسم 20 کیلوگرمی، خب من دارم میگم وقتی به جرم وابسته است یعنی 100 بیشتره دیگه. یعنی لختی جسمی به جرم 100 بیشتر از لختی جسمی به جرم 20. یعنی هول دادن یک جعبه 1 کیلویی راحت تر از هول دادن یک جعبه 10 کیلویی. خب پس لختی داره میگه آقا جسم دوست داره شرایط کنونی خودش رو حفظ بکنه، و قانون لختی یا اینرسی به جرم بستگی داره. یعنی هول دادن یه جسم 2 کیلویی راحت تر از هول دادن یه جسم 20 کیلویی، کاملا واضحه. لختی فقط و فقط و فقط به چی بستگی داره؟ همین الان گفتم، به جرم. فقط و فقط و فقط به جرم بستگی داره، به سرعت، تندی، مسافت، این اصلا بستگی نداره. تا زمانی که به جسم نیرو وارد نشه، تا زمانی که نیرو وارد نشه، جسم اون شرایط و وضعیت خودش رو حفظ میکنه. به خاطر همین قانون اول رو هم بهش قانون لختی میگن. پس دلیل این که به قانون اول لختی میگن، حالا اگه شما خوندید میگید مثلا چرا من اینو نمیدونستم، که لختی همون قانون اوله، چون تا زمانی که دوست داره وضعیت خودش رو حفظ بکنه به اون قانون اول همون لختی یا اینرسیه میگن. وقتی دوتا جسم نیروی یکسان یا برابر دارن، آقا دوتا جسم دارم نیروهای برابر دارن، سلطان یعنی چی نیروی برابر دارن؟ اینو برات نوشتم به این جذابی داری میبینی دیگه، لعنتی خوشگل. اینها نوشتم F1 برابر F2، نیروها برابرن. نیرو چی بود؟ گفته بودم اگه تو شرایط افقی باشه نیرو میشه جرم ضرب در شتاب. پس میشه MA. این اندیسه 1 داره. میبینیم؟ این اندیسه 2. چون بینشون هم مساوی بوده، بفرما. دقیقاً چیزی که برات نوشتم. ببین چه قشنگ به دست میاد. یعنی اگه دوتا نیرو برابر باشد، حاصل ضرب جرم در شتاباشون هم با هم دیگه چیه؟ برابره. بچه ما از خیلی قشنگ میتونیم تو مسئله ها استفاده کنیم. اتفاقا برای همین برات آوردم، که یعنی الان میخوام برم مسئله رو دور بزنم، ببینی که چقدر قشنگ میتونیم تو حل مسئله از این نکته استفاده کنیم. چه نکته هایی آوردم برات، برو حالشو ببر. نیروی F به جسمی به جرم M شتاب 2 میده، به جسمی به جرم اون شتاب این یکی رو میده. بچه این شتاب 1.8 ها، 1.8. F چند نیوتن است؟ بریم با هم حلش کنیم اینو. بچه ها یه نیروه، داشته باشین اینو، نیروی F یک نیروه، یک نیرو یعنی F1 با F2 برابر دیگه، این جسم با اون یکی جسم. پس من میگم این برای جسم اول، برای جسم دوم. پس اولیه میشه M ضرب در شتابش که 2ه. جسم دوم چی میشه؟ میشه M به اضافه 2 ضرب در 1.8. بریم ساده کنیم. بچه من میتونم این 2 رو با این 1.8 ساده کنم بشه 9. خب
بیاد ضربش کنیم، این 9 دهم تو پرانتز ضرب میشه. این طرف فقط مونده ام، اون طرف میشه 9 دهم ام به اضافه 2 9 تا 18 تا یه رقم هم اشار داره. میبینی؟ آقا جرم ها یه طرف، خب عدد ها یه طرف، این جرم رو میارم این طرف میشه ام منهای 9 دهم ام، 1 8 سر جای خودش زیبا و جذاب بمونه. آقا این عدد نداره یکه، یک منهای 9 دهم میشه 1 دهم، یک دهم چی؟ 1 دهم ام، 1 دهم ام مساویه با 1 8 دهم. پس یعنی ام چی میشه؟ ممیز این ور با ممیز اون ور بزنم میشه 18. واحد اصلی بود دیگه، اصلی جرم چیه؟ بدوین کیلو گرم یعنی جسمم 18 کیلوگرمه. خیلی قشنگ بود، خیلی جذاب بود، یه نگاه زیبا بهش بنداز. چه سوالایی برات آوردم و حالشو ببر، چقدر قشنگه. پس یعنی مقایسه جرم و شتابه ها، خب برای دوتا جسم مختلف با یک نیرو. بریم حالا ادامه بدیم. بازم پرهات آوردم از این مقایسه های خوشگل. بیاین یه چیزی بگم بعد با هم دیگه حلش کنیم. میگه نیروی 10 نیوتنی به جسم شتاب آ میده، نیروی 14 نیوتنی به همون جسم شتاب اینو میده. مقدار آ چقدر است؟ بچه به یک جسم، خب یک جسم یعنی چی؟ یعنی جرمم ثابته. جرم چی میشد؟ بچه مگه F برابر نبود با ام آ؟ چرا؟ F برابر ام آ بود. پس من جرمو بخوام حساب کنم میشه نیرو تقسیم بر شتاب. پس یعنی جرمه میشه نیرو تقسیم بر شتاب حالت اولیه، نیرو تقسیم بر شتاب برای جسم دومیه. خب بریم به جاش بذاریم دیگه همینو دیگه. یعنی چی؟ یعنی نیروی 10 نیوتنی به جسم شتاب آ میدهد، نیروی 14 نیوتنی به جسم شتاب آ به اضافه 2 میدهد. بریم ساده کنیم طرف این وسطه. چجوری سادهش کنم سلطان؟ میتونم اینو به 2 بزنم بشه 5، اینو به 2 بزنم بشه 7. حالا بگم طرفین وسطین، طرفین وسطین میشه 7 ضرب در آ میشه 7 آ. میبینی دیگه؟ 5 ضرب کنیم میشه 5 ضرب در آ به اضافه 2. چه زیبا، چه خوشگل. بریم ادامه بدیم با هم. آقا بچه ها میدونید که 5 تو پرانتز چی میشه؟ ضرب میشه، میشه 7 آ مساویه با 5 آ به اضافه 2 5 تا 10 تا. مجهول ها یک طرف، معلوم ها یک طرف. آقا من این 5 آ رو میبرم پیش 7 آ، میشه 7 آ منهای 5 آ مساویست با 10. 5 منهای 7 منهای 5 میشه چند؟ میشه 2 آ. 2 آ مساویه چنده؟ طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول. بچه یه جور دیگه هم اینو میتونم بگم. ما چه جوری سلطان؟ میتونم بگم ما میخواییم آ رو پیدا کنیم، بیا دو طرف رو به عددی که کنار آ ضریب آ تقسیم کنیم. یعنی این تقسیم بر 2، اینم تقسیم بر 2، این 2 با این 2 میره. پس یعنی آ میشه 10 تقسیم بر 2، 5 متر بر مجذور ثانیه. چقدر میتونه مثالای جذاب و خوشگلی داشته باشیم آخه ما. خدا یه نگاه خوشگل بنداز، چقدر جذابیت تو دل این سوال نهفته است. الان تو دلتون میگید همه سوالا جذاب بود، کجاش جذابه؟ قشنگ بود، قشنگ بود. بریم بعدی. خیلی هم خوشگل بود. نیرو تماسی. بچه نیرو تماسی چیه؟ میدونید تماسی یعنی من چند تا جسم چیدم نیرو بیاد یه ضربه بزنه. بچه ضربه بزنه به جسمایی که پشت هم چیده شدن، آخرین جسم من پرش پیدا میکنه. پس یعنی من چند تا جسم در کنار هم دارم، نیرو ضربه رو میزنه آخرین جسم میپره. پس نیروی تماسی به چی وارد میشود؟ از هر سمتی که ضربه را بزنه از سمت دیگه آخرین جسمه که میپره. پس میگیم از سمت مقابل جسم آخر.
سلطان الان توی این سوال از این ور نیرو تماسیه بیاد برخورد کنه کدوم جسم میپره؟ تو بگو، من که دیگه نباید بگم که. میخوای امتحان بدی یا بگو. این چهاره داره میپره، پس نیرو تماسیه داره به این وارد میشه. یعنی اگه بخوام بگم اف تماسی، اوکی، اف تماسی میشود ام آ. خب پس یعنی اف تماسی رو بذار به جاش بذارم، همینجا برای جایگذاری کنیم دیگه. اف تماسی 16، جرمش چقدر؟ 4. ضرب در آ، آ چی بود؟ بادو بادو بادو، شتاب. آ شتاب بود. آقا شتاب رو به هم بگو چقدر میشه. 16 تقسیم بر 4. بچه تو اسلاید قبلی، تو مثال قبلی چی گفتم بهت؟ بگو ببینم. گفتم که میتونی اینطوری حلش بکنی تو ساده کردن. آخه میدونم که بعضی از بچه ها تو ساده کردن به مشکل میخورن، براشون انقدر سخت ساده کنن. من میخوام آ رو پیدا کنم، پس بیام دو طرف رو به عددی که ضریب آه تقسیم کنم. این 4 با این 4 میپره میره، 16 به 4 واحد شتاب بدو متر. خیلی هم قشنگ بود سوالش. بچه ممکنه خیلی از شما ها نیرو تماسی رو بلد نباشین ها، ولی لازمه که بدونیدش، چون نیروی خیلی خوشگلی. نگاش کن حالش رو ببر، بعد بریم بعدی. یه نگاه جذاب بهش بندازا با حالت فحش و ناراحتی نگاش نکنی ها. خوشگل نگاش کن، مجبوری امتحان بدی. ببریم بابا، میخوای امتحان بدی خوشگل نگاه کنی. آقا بریم آخرین مبحث خوشگلمون، فشارها. بچه ها براتون تجربه شده که اگه بپرید روی مبل، خب، یا روی تشک، روی تشک فرض کنید که تخت، یا روی مبل، سریع همه اعتراض میکنن نپر نکن. خب مامان بابا که اولین نفرن که سریع نمیذارن شما همچین حرکتی رو انجام بدید. اما اگه روی تشک یا روی مبل بخوابید یا بشینید، هیچ کس بهتون کاری نداره. حالا ای بشین استفاده کن، لذتشو ببر. ولی تا بری وایسی رو مبل سریع نکن، وای نست رو مبل. چرا؟ چون فنر اون مبله. حالا چرا همه اعتراض میکنن وای نستا؟ چون وقتی نشستی یا خوابیدی، خب مساحتی که از شما و مبل با هم در تماسه، با زمانی که میری روی مبل وای میستی، مساحتی که از کف پای شما با مبل در تماسه با هم یکی نیست. شما بیا حالتی که نشستی رو با حالتی که خوابیدی در نظر بگیر. مساحتی از بدن شما که با تشک در ارتباط قرار میگیره با حالتی که نشستی با هم یکی نیست. هر چقدر این مساحت بیشتر بشه فشار کمتره. واسه همینه وقتی با کفش پاشنه‌دار، خب نکتیز، با کفش پاشنه‌دار راه میریم روی سطحی، اون سطح خب صدمه بیشتر میبینه تا زمانی که با کتونی را میریم، با کفش اسپورت را میریم. چون هرچی کفش پاشنه‌دار نوکش تیزتر باشه، پاشنه تیزتری داشته باشه، مساحتی که از کفش با سطح در تماس قرار میگیره کمتره، پس فشارش بیشتره. حالا اینایی که دارم میگم چرا انقدر سری بحث رو شروع کردم؟ تو یک سال داری میخونی دیگه، از مهر ماه اومدی بخش فیزیک علوم تو با معلمت شروع کردی خوندی، الان آخر سال دوره هم کردی، من فقط هم نمونه سوال حل میکنم. سری رفتم بحث رو باز کردم که بدونی آقا این مبحث تو فشار واسه اینکه جا بیفته واسه خیلی مهمه. کوله پشتی، کیفای کوله پشتی که میندازید، اگه یه بنده بندازی ایشونت درد میگیره، دو بنده بندازی خیلی راحت تری. چرا؟ چون یک بنده که میندازی تمام نیرو روی یه قسمتی از شونته، روی اون قسمتی از شونته که با اون بنده در ارتباطه. اما وقتی دو بندش میکنی، مساحت تو دو تا قسمت مختلفه، مساحت زیاد چه فشار کم میشه. بند کوله پشتی باریکتر باشه یا پهن‌تر باشه فرق میکنه ها. هرچی باریکتر باشه مساحت کم، فشار بیشتره. پهن‌تر باشه تو راحت تری. پس ببین چقدر تو زندگی روزمره، تو حالت عادی که داریم زندگی میکنیم، با مباحث مختلف فیزیک در ارتباطیم. پس حواست باشه که اینا به مبحث چی برمیگرده؟ فشار، فشار، فشار.
آقا فشار به نیروی وارد بر مساحت سطح میگم. اوکی، با چی نشونش میدیم؟ یاد بگیریم با پی نشونش میدیم. فشار رو با پی نشون میدیم. واحدش میشه نیوتن بر متر مربع، که اصطلاحاً ما معادل میگیریمشون رو با پاسکال. میاد جلوتر میخونه تو سال دهم که چرا اونو پاسکال نامگذاری کردیم و دلیلاش و اینا الاخر. من دیگه الان چون تو امتحان داریم دوره میکنیم کاری ندارم به این مباحث. آقا فشار میشه نیرو تقسیم بر مساحت. نیرو رو با چی نشون میدیم؟ با F. مساحت رو با A. فشارم که من گفتم دیگه، سلطان گفت، با حرف P نشون میدیم. پس P مساوی هستش با F A. حله؟ بریم بریم بعدی. بیا بریم بعدی. آقا فشار رو خب بیشتر و کمتر الان دیدی که من بهت گفتم بند کوله پشتی اومدم گفتم با کفش پاشنه دار راه بریم، سطحی که چوبی باشه خط و خش برمیداره، بیشتر صدمه میبینه دیگه. بعد ولی با کتونی نه. مبلو گفتم، نمیدونم تشکو گفتم، مثال زدیم. حالا بیا بریم اینجا، میخوام بیشترین کمترین رو با هم دیگه بررسی کنم. دخترا پسرا زشت رویان نگاه کنید، فشار با مساحت رابطه چی داره؟ رابطه عکس. حله؟ آقا فشار با مساحت رابطه عکس داره، یعنی وقتی من میخوام فشار رو بیشتر کنم پس باید مساحت کمتر شه. یعنی اگه من میخوام فشار رو کمتر کنم پس باید مساحت بیشتر شه، چون رابطه برعکس دیگه، با بالانسش کن. حله؟ میریم. آقا زمانی که من جسمم با شتاب گرانش یا جاذبه در ارتباطه، خب یعنی جاذبه روش تأثیر داره، نیرو میخوام پیدا کنم، نیروی من همون نیروی وزن میشه. نیرو میشه نیروی چی؟ نیروی وزن دیگه عزیز من. نیرو نیروی وزنه. همونطوری که میگفتم که اگه با شتاب باشه نیرو میشه F مساوی با MA، الان هم میگم میشه نیرو وزنه. پس حواست باشه اگه جسمی روی سطحی قرار گرفته داریم با وزن صحبت میکنیم، جرمش رو بهمون داده، ما میتونیم بر حسب نیروی وزن بریم اون نیرویی که به مساحت سطح داره وارد میشه رو پیدا کنیم. حواست باشه، خیلی قشنگه ها، این مبحث خیلی مهمه ها. بیا بریم یه مثال جذاب زیبا خوشگل حل کنیم. آقا اومده ابعاد رو به هم داده، خب مترم داده ها، حواست به این باش. نیرو رو هم به هم داده. بچه نیرو رو با چی نشون میدادیم؟ با F. میگه جسم با ابعاد کوچیکتره رو سطحه. یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام یه جسم بکشم اینجوری، خب میگه با ابعاد کوچیکتره. آه آه، من یه جسم اینطوری کشیدم، ابعاد کوچیکتره یعنی چی؟ یعنی 5 10. خب حالا این هم میشه 15. با ابعاد کوچیکترش با سطح در تماسه. ابعاد کوچیکتر اینا 5 و 10، واحداشون هم چی بود؟ متر. خب سلطان چه کنیم؟ هیچی دیگه، بریم حلش کنیم دیگه. آقا فشار بگو بهم، فشار رو چی بهم میگی؟ میگی میشه نیرو به مساحته. اوکی، با نماد نشون داده بودم، اما بریم یه نماد خوشگلم براش بنویسیم. یعنی پی می شود اف به آ. بریم جایگذاری کنیم. پی مساوی می شود با افمون چیه سلطان؟ افو بگو. افمون رو گفته 100 نیوتن، واحدش هم که نیوتن ما. اوکییم، حل همه چی آروم قشنگه، واحد درسته. بریم مساحت. آقا این جسم من، مساحتی که از جسم با زمین با سطح در تماسه چیه؟ نه من هاشور زدم واسط انقدر قشنگ. این مساحته میشه چی؟ طول ضرب در عرض، یعنی 10 ضرب در 5 میشه 10 ضرب در 5. این واحدش متره، اینم متره، پس واحدش میشه متر به توان چند؟ 2، یعنی متر مربع. بریم حساب کنیم. آقا من 10 رو با این صده میزنم میشه 10. 10 تقسیم بر 5 میشه 2، واحد نیوتن بر متر مربع یا همون پاسکال. یا همون پاسکال. خیلی قشنگ شد. میبینیم چقدر قشنگه. گفته بود رو ابعاد کوچیکه وای میسته ها. گفته بود با ابعاد کوچیکه رو سطحه.
انتخاب خودم نبوده که اینو این شکلی بکشم که با ابعاد کوچیکتره رو سطح قرار گرفته، با ابعاد کوچیکتره گذاشتمش رو سطح. یه نگاه خوشگل بنداز، خوشگل نگاش کن. بریم، میریم. این دفعه ابعادو بهت گفتم، اومدم ابعادو مشخص کردم که با کدوم ابعاد رو سطح در تماسه. نیرو رو هم بهت دادم 200 نیوتن. بیا بریم بچه ها. یه چیزی چی سلطان؟ ابعادی رو که من بهت دادم، اینایی که در تماسه، اینا اینه دیگه، این تیکشه، یعنی اینجوری. خب اینجا رو که اومدم بهت دادم، خب اینو نگاه کن، سانتیمتر دادم. چیکار کنیم سلطان؟ باید تبدیلش کنیم به متر. چیکار میکردیم؟ تقسیم میکردیم به صد. پس یعنی الان این میشه 3/10. اینم تقسیمش کنم به صد، خب میشه 1/10. این واحدش میشه متر، اینم واحدش میشه متر. پس یعنی همون اول کار تبدیل واحد رو انجام میدم، نیرومم که نیوتن درسته به جای گذاری کنیم با هم. آقا فشار میخواد. چشم، فشار مساوی بود با نیرو تقسیم بره مساحت. بریم بذاریم به چشم. پس فشار مساویه با نیرو چقدر؟ 200. واحد، من بچه ها میگم الواحد، یادتون نره ها، واحد چنده؟ واحد چیه؟ نیوتونه. مساحت چیه بچه ها؟ 10 و 30 بوده، چون سانتی بود تبدیل کردیم به متر. 1/10 و 3/10. 1/10 ضرب در 3/10. بچه ها هر اعشار رو، هر رقم اعشاری که داری رو بزنی، خب الان یه رقم اعشاری یه دونه صفر میره بالا، این یه رقم دیگه اعشاری یه دونه دیگه صفر میره بالا، 1 3 تا تو مخرج میشه 3 تا، اینم که میشه 20,000. بفرما. واحد متر مربع بود، پایین بالا نیوتن، میشه نیوتن بر متر مربع. میتونستم به جاش پاسکال بذارم؟ آره چرا نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ نیوتن بر متر مربع با پاسکال معادل هم بودن دیگه، به جاش میتونی بنویسی پاسکال. خیلی جذاب بود. یه نگاه خوشگل بنداز بریم اسلاید بعدی. بریم. به 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 به، خودت نگاه کن به این سوال، ببین تشخیص میدی از چه فرمولی بریم. به من بگو ببینم چیکارش کنم. اینا مساحت رو به هم داده اینهاش، بعد حواست باشه سانتی متر مربع داده ها. سانتی متر مربع یعنی چند تا سانتی متر؟ یعنی 2 تا سانتی متر. یعنی این تقسیم بر 100، اینم تقسیم بر 100. پس یعنی من اینجا باید این عدد 100مو تقسیم کنم به چند تا 100؟ به 2 تا 100. یه 100 با این 100 میره، پس میشه 1/100. حواست به این باشه. پس الان من اینو تبدیل کردم به متر مربع. اولین کاری که کردم تبدیل واحد بود. به من نیومده نیرو بده، چرم جسممو داده. این جسم با این جرم داره به سطح نیروی رو وارد میکنه، درسته؟ اون نیروی چیه؟ نیروی وزن. آقا وزن دیگه، این نیرو چه نیرویه؟ نیروی وزن. آقا نیروی وزن رو با چی نشون میدادیم؟ با W یا MG. بریم با هم فشارش رو پیدا کنیم. بچه فشار چی میشه؟ فشار میشود نیرو که الان ما نداریم، میشه نیروی وزن به مساحت. اوکی؟ بله سلطان. بریم ساده کنیم. جرمش 10 کیلوگرم، درسته؟ جی شتاب گرانش هم که 10. مساحت رو چند پیدا کردم؟ 1/100. سلطان 10 ضرب در 10 که میشه 100، اینم که 1/100. به این صده مخرج چند میدم؟ مخرج 1. دور در دور، نزدیک در نزدیک. پس جواب فشارم میشه 10,000 واحد پاسکال. سلطان میتونستم همون نیوتن به متر مربع بذارم؟ آره چرا نمیتونستی بذارم؟ بذار نیوتن به متر مربع، معادل اینا فرق نداره که. خوشگل نگاش کن. بریم بعدی. دیگه تموم بشه.
مثالام، چون همه حالتهای مختلف رو بهت گفتم، مثالاشو گفتم. بریم حالا کفوشا هم جواب بدیم با هم دیگه. بریم اینجا بچه، اول این کفوشو جواب بدیم. چرا با کفش پاشنه بلند رو کفوش چوبی را برم آسیب میبینه، با کتونی یا اسپورت را برم آسیب نمیبینه؟ من اول همین اول مبحث فشار توضیحش رو دادم که چرا این اتفاق میفته. چون فشار با مساحت رابطه عکس داره، هرچی مساحت کمتر فشار بیشتر، که دیگه خودت زیبا جذاب با قلم زیبات مینویسی. بیا بریم اینجا، میگه اگه اختلاف فشار بیشتری، وای چه سوال خوشگلی به دادم، بیا نگاه کن، دمم گرم، چه سوالی میتونه سلطان بهت بده. اختلاف فشار بیشتره با کمتره یعنی چی؟ یعنی بیا بنویسیم فشار بیشتر منهای فشار کمتر. سلطان بیشتر و کمتر اختلاف که گفته منها گذاشتم، شده 20 پاسکال. بفرما 20 پاسکال. سلطان میخوای بنویسی چی مینویسی؟ خب اینو مینویسم mg، اینم مینویسم mg. فشار بیشتر یعنی چی سلطان مهربان؟ فشار بیشتر یعنی دو تا عدد کوچیکترا، چون مساحت باید کمتر شه. دو تا عدد کوچیکترا چنده؟ 10 ضرب در 20. حل متر بوده، خب چه بهتر، متر دیگه تبدیل واحد ندارم که، راحتم. بریم، خب این مساوی 20 ش هم من اینجا برات بذارم. آقا فشار کمتر رو که اینجا میخوام بیارم بذارم چی بذارم؟ فشار کمتر میشه مساحت بیشتر، پس میشه دوتا ابعاد بیشتره، یعنی 20 و 30، 20 ضرب در 30. سلطان خواه چه کنیم؟ آقا جیو که میدونم 10، این جی هم که میدونم 10، بله ساده کنم اولش، خودم با ساده کردن راحت ترم همیشه، یعنی الان این 10 با این 10 بزنم چی میمونه سلطان؟ میمونه ام به روی 20 منهای این 10، هم با این بزنم میشه 60 مساویه با 20. حل یه مخرج مشترک گیری اینجا انجام بدم، اینو ضرب در 3 میکنم، اینم ضرب در 3 میشه. 3 ام منهای 1 ام میشه 2 ام به روی چند؟ به روی 60 مساویه با چند؟ با 20. سلطان چه کنم؟ هیچ، بیا بریم با هم دیگه حرکت جانانه بزنیم تموم بشه این. 2 رو با 20 بزنم میشه 10، طرفین وسطین جرمم میشود 600، چون واحدام اصلی بوده واحد کیلوگرم. چقدر قشنگ بود، بیا یه دور دیگه نگاش کنیم با هم. اختلاف بیشتر و کمتر گفتم بهت، اختلاف یعنی چی؟ یعنی عمل منها، یعنی منها اختلاف یعنی منها کن، یعنی فشار بیشتر و کمتر رو از هم کم کن. نوشتم فشار بیشتر منهای فشار کمتره، گفته میشه 20، 20 رو نوشتم. آقا فشار بیشتر mg به دو تا عددی که مساحتش کمتره، کدوم دو تا عدد مساحت کمتر میده؟ اینو دیگه بلدی دیگه، 10 و 20 مینویسم. تبدیل واحد نمی کنی سلطان؟ نه. چرا؟ آقا متر دیگه بابا، درسته دیگه واحدش. فشار کمتره سلطان، کمتره یعنی چی؟ یعنی mg به دو تا مساحت بیشتر و دو تا عدد بزرگه که مساحت کمتر رو بخواد بهم بده، مساحت بیشتر واسه فشار کمتر. خب آقا نوشتم، اول ساده کردم، همیشه اگه اول ساده سازی رو انجام بدی خودت تو محاسباتت راحت تر. آقا ساده کردم، نوشتم مخرج مشترک خوشگل رو گرفتم، طرفین وسط این جرم رو به دست آوردم. خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود، یه نگاه جذاب بهش بنداز، یه نگاه عاشقانه عارفانه ها، نگاه زیبای عاشقانه عارفانه. ببین چقدر قشنگ بود، دمم گرم، دم شما هم گرم که تایم گذاشتید گوش دادید، مرسی بچه ها.
برگردید پیش من. من بخش فیزیک درس علوم تو برات توضیح دادم. خب بخشی که مهم بود، خیلی برامون اهمیت داره، با تنوع سوال، سوالات آسون و متوسط، تو بعضی هم چند تا سوال سخت براتون آورده بودم. همه سوالامو سخت نکردم که یهو هنگ کنی نفهمی دارم چیکار میکنم. همه مدل سوال حل کردم که تو راحت باشی. میری میخونی، فقط بخش فیزیکو نمیخونی که، علوم شما بخشای دیگه هم داره، شیمی، زیست، برو همه قسمت ها رو بشین بخون، قشنگ دوره کن، تمرین کن، انشالله که موفق باشی. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. سلامت باشید، شاد باشید، دوستتون دارم. بوس بوس مجازی، در پناه حق.